راهی ما از سه طرف پیش می رفتن و به حدود 1 کیلومتری سوسنگر رسیده بودیم و خانه ها و درخت های محدوده سوسنگر به چشم می خورد و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگر در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم. در این لحظات بود که یک بار گرد خاکی از طرف دست راست از زیر رودخانه چرخه یا از شمال شرقی سوسنگر به چشم خورد. دوربین آوردیم و دیدیم مقدار زیادی تانک و نفربر و کامیون های مختلفی است که به سرعت به پیش می رود. از حرکت آنها احساس کردم که اینها در حال فرارند، زیرا می دانند که نیروهای ما به پیش می روند و می گوبند و هیچ از آنها قادر به مقاومت نخواهد بود. دوستان خود را بسیج کردم و متاسفانه با کمال تأسف تمام آربیجی که در دست ما بود 3 گلوله آربیجی بود. این را میگویم که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله میکند فقط 2 آربیجی و 3 گلوله آربیجی به همراه دارد. یکی از جوانان را به جلو فرستادن و او کمین کرد و یکی از تانک ها که در جلوی تانک های دیگر پیش می آمد او را هدف گرفت و پس از چند لحظه تانک را به هوا فرستاد. منفجر شد. عده از داخل تانک خارج شدن و تا به فرار گرفت. یک باره دیدم که یک تانک دیگر همراه با چند نفر بر دیگر به سرعت خود را به سوی دست راست یعنی به سوی ابو حمیزه می کشند و از نظر نظامی این یعنی دور زدن ما و قطع رابطه ما با حمیزه یعنی با نیروهای ارتشی بود. فریاد زدم، اون جوان را خواستم که به سرعت خود را به او برساند و این تانک را منهدم کند. بیچاره جوان آنقدر دویده بود که دیگر نفسش به اتمام رسیده بود، نمی توانست بدهد. در فاصله دور تانک را هدف گرفت و متاسفانه اصابت نکرد.